سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. یکی از بچه ها سوال پرسید، گفت که شرایط آب شربت دادن به کندو توی هر فصل و توی هر ماه ما باید چی کار بکنیم. بچه ها ببینید، شما بستگی به خودتون داره و میخواید چجوری کار بکنید. اگه واقعا 100% میخواید کندوتون و عسلی که برداشت میکنید بدون تغذیه باشه، پس باید زمانی که شهرگیری هست و قبل از اون باید رعایت بکنید که آب شربت رو بهش ندید. آخه زیادم ندید هم خودتون ضرر میکنید و تأثیر اونقدر زیادی هم به عسل نداره. این واقعا تغذیه دادن یه مسئله خیلی بزرگیه توی زنبورداری و من توی این ویدیو در مورد کمترین موضوعش دارم صحبت میکنم. ببینید، الان ماه خرداد ماهه، منطقه‌ای که من هستم شهدم به صفر میرسه، پس من باید به زنبورم تغذیه بدم. من حتی بعضی وقتها میبینم توی این ماه خرداد هیچ نوع عسلی توی کندو نیست و قابهای اول آخر حتی ابرویا عسل نداره، پس من باید آب شربت بهش بدم. اگه ندم خودم ضرر میکنم و حتی کندوهام ضرر میکنن، چون از بین میرن، حتی ممکنه ملکه از بین بره، چون شهر نباشه استرس برای زنبورا به وجود میان و زنبورا شروع میکنن به کشتن ملکه، چون احساس میکنن که ملکه نمیتونه کلونی رو تامین بکنه تخم‌ریزیشو و شروع میکنن به کشتن. پس من الان ماه خرداد ماهه و باید حتما به زنبور آب شربت و تغذیه بدم. اگه ماهای پیش نمیدادم مشکلی پیش نمی اومد، چون من شهد داشتم، شهد درخت ها بود، شهد گل های علف هرز بهش میگیم بود و این تعمیم میکرد عسل توی کندومو و میتونستم زیاد ندم. ولی اگه زیاد میدادم خیلی بهتر بود، چون هم تغذیهشو داشتن، هم ذخیره میکردم برای ماه خرداد، هم که اونقدر استرسی برای کندو به وجود نمیومد توی ماه خرداد ماه. پس واقعا میبینیم که هر ماهی، هر روزی، هر چیزی، اتفاقی آینده رو واسه ما میسازه. پس ما میخواییم آیندهی که بسازیم در نظر باید بگیم. نگاه کنید، الان ماه خرداد ماهه، من میخوام زنبورم رو آماده کنم برای عسل. زنبورم رو میخوام آماده کنم واسه عسل، پس تا زمانی که شهد خارشتر و یونجهی که هست تو منطقمون، من باید تأمین بکنم تغذیه زنبور و حتی شده گاب‌ها رو نگاه بکنم و نگاه بکنم ببینم شرایط تخم‌ریزی چند گاب هست و عسلش چقدر. بعد که دیدم اولین گلی که توی خارشتر هست، چون من دارم عسلی رو میفروشم که بدون تغذیه است، پس من باید توی زمان شهد قطع بکنم. جمعیت سازی مو انجام دادم و قطع میکنم و میبینم که عسلمو دارم. پس آب شربت توی ماه خرداد و اردیبهشت رو بهتون توضیح دادم و دیدی که و گفتم که چه اتفاقی میفته که ما چقدر آب شربت بکندو. حالا ماهای بعدی هم در مورد تغذیه بازم با تو صحبت میکنم، توی تیر ماه، توی مرداد ماه، توی شهریور، چون این واقعا یه مسئله خیلی بزرگیه توی زنبورداری و به نظرم باید هر ماه در موردش صحبت بشه و نوع تغذیه دادنم بررسی بشه.
اینو حتما باید در نظر بگیرید. بچه ها دمتون گرم که هستید، سوال بپرسید، من سوالا رو میام به صورت ویدیو براش تهیه میکنم و بهتون توضیح میدم که چی کار باید بکنم. این سوال یکی از بچه ها بود و من به خودم گفتم که باید حتما این سوال جواب بدم، چون الان شرایطش باید بررسی بشه و همین. بعد نوع تغذیه داد بچه ها، نوع تغذیه دادنتون رو حتما توی کامنت ها بنویسید و کسایی که میان این ویدیو رو میبینن حتما کامنت ها رو هم میخونن، نگاه میکنن و بررسی میکنن، بستگی به شرایط آب و هوایی و منطقه شون رو بررسی میکنن و شروع میکنن به تغذیه دادن. دمتون گرم که هستید، چون مرسی، واقعا مرسی. امسال سال متفاوتی بود برای من و هر چقدر توانم بود ویدیو ساختم، در موردش توضیح دادم، با همدیگه بررسی کردیم. این سه ماهی که ویدیو گفتم شرایط متفاوته، با همدیگه یک جمعی رو انداختیم که بتونیم یک کانال واقعا خوبی داشته باشیم. الان احساس میکنم کانال بهترین کانال زنبورداریه. همین، چیز خاصی نمیخوام صحبت بکنم. تا ویدیو بعدی و جواب سوال های بعدی دیگه، خداحافظ.